جمعی از حواله‌داران خودرو چانگان در تهران و رانندگان تاکسی در بوکان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران کشتارگاه پرندک خزر سومه سرا مقابل استانداری رژیم در رشت تجمع و اعتراض کردند. مردم سیل زده شهر رفیعه هنگام حضور استاندار رژیم در خوزستان اعتراض کرده و علیه او شعار دادند. آخوند روحانی سر قبر خمینی دجال گفت با سخت‌ترین وضعیت اقتصادی طی 40 سال گذشته مواجه هستیم. در پی بازداشت جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی نایب رئیس این اتحادیه نیز بازداشت شد. طی سال گذشته 230 واحد طلاسازی در کشور به خاطر بحران اقتصادی تعطیل شدند. وزارت خارجه آمریکا هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم به چند کشور اروپایی سفر می‌کند تا در خصوص حمایت رژیم ایران از تروریسم در اروپا مذاکره کند. نیکولاس مادورو برای مذاکره با اپوزیسیون تحت نظارت بین‌المللی اعلام آمادگی کرد.